احمدی در روید ما با مطالبات مسالمت آمیز لدیدان دستگیر نشد. با صدر احمد به اون مالکش اعظم، اون اگه الان وزیر خارجه بود فوقش میگه مردم ما خودشون انتخاب کردن بمیرن و دستگیر بشن، اما این کار کشته اعظم کشتن که هیچی، گرفتن مردم هم تایید نمیکنه. دشمن این مملکت، دشمن امروز و دیروز این مملکت نیست. راست میگه نیما جان، میدونی چند ساله که دشمن این مملکت داره پول و صنایع و منابع طبیعی و نفت و گاز این کشور رو چپاول میکنه؟ تقریبا 43 ساله. اینو بعدشون میاد که یک حکومتی بتونه بدون وابستگی به آمریکا، بدون وابستگی به انگلیس، بدون وابستگی به اروپا، بدون وابستگی به دیگران در روی پای خودش بیسته. شما الان در روی پای خودتون وایستادین؟ نه، شما در روی پای خودتون که نایستادید، نشستید رو زانوی چین و روسیه. اگه دقت کنی کلوفتی اون معامله های 25 ساله رو کاملا باید حس کنی. درسته الان یه مقدار گرونی هستش، یه مقدار مردم در مضیقه هستن، ولی پاش برسه همین مردم هممون از تیر چراغ برق آویزون میکنن. چرا مکس بگو دیگه. این بچه های جوان امروز ما که برخیشون با فریب و با دامی که پخش میکنن میفتن تو دام این عنکبوت، گرفتار فضای مجازی عنکبوتی میشن که زهرآگین هم هست. اینا رو باید نجات بدیم ما، همونجوری که مهسا و نیکا و سارینا رو نجات دادیم. من جای شما بودم تو این نوزا فکر نجات خشتک خودم و بچه هام بودم تا بیشتر از این نکشیدنش روی سرم. تو تمام دنیا پرچم سوزی خیانته. دیگه شما که پرچم کشورهای زیر پونز نقشه جغرافیا رو هم حداقل یه بار آتیش زدین، این زرها رو نزنید لطفاً.